چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی؟ حالت خوب میشه؟ نه، حالم بدترم میشه. یه دونه سنگ میندازی، یه حلقه درست میشه، درسته؟ بعدش یکی دیگه و یکی دیگه، ولی با یه موج همش پاک میشه. کاش هیچ وقت پیدام نمیکردی، کاش هیچ وقت به این محله بر نمیگشتی. اگه تو بر نمیگشتی همه ای مردم بیخونه میشدن، بعد تو بر میگشتی همینجا عین این اسکلا به سنگ انداختن ادامه میدادی، یکی دیگه و همینجوری ادامه میدادی، ولی بی فایده داداش. با خودم گفتم پولدارچم، به مردم محله کمک میکنم، ولی این شد روزگارم. هرچی نگاه میکنم میبینم مقصر خودمم. حالا کجا؟ میخوام تنها باشم. حالا من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. صبح قشنگتون بخیر آقا کمال. تو وقتی من خوابم هم ولم نمی کنی نه؟ از این به بعد دیگه مال منی، تو خوابتم نمیذارم تنها باشی. خب بگو چی کار داری؟ گفتم یکم حرف بزنیم. بگیر بشین. نه ترس، کاری نمی کنم، فقط حرف میزنیم. نیازی نیست عجله کنم بپرم تو بغلت، بالاخره خودت میایی تو بغلم. به همین خیال باش. خب میشنوم. میخوای چی بگم دیوونه؟ باشه، پس اول من شروع میکنم. تصمیمتو گرفتی؟ ازدواج میکنی؟ یا بابا با بولدوزر محلتونو خراب کنه؟ راه دیگه ای نداره؟ نه عزیزم، یا من یا بولدوزر. خدا میدونه چقدر دلم میخواد بگم بولدوزر، ولی نمیتونی بگی. نمیتونم. میدونی چرا نمیتونی؟ دزدی کار آدمای با وجدان نیست. یا باید گرگ باشی یا بره. اگه بخوای همزمان هر دوتاش باشی اینطوری گیر میفتی، هم خودت زجر میکشی همونی که دوستت داره. ببینم تو اینا رو میدونی، اون وقت میخوای با کسی که دوستت نداره ازدواج کنی؟ آره، چون من عاشقتم. مگه تقصیر منه؟ من گفتم بیا خونمون، تازه گفتم برو تو کمدمون قایم شو. تو هم راست میگی، تاوان اشتباهاتمو دارم میدم. آره عزیزم، اما نگو تاوان اشتباهات، بالاخره یه عمر قراره با هم باشیم. آره خب میشنوم. باهات ازدواج میکنم. خیلی خوب دیگه، پیشنهاد بده. الان؟ آره خب همین الان، اونم همینجا. راستش انگشتره نیست. دیروزی انگشتر بود اما امروز نیست؟ آخه اون انگشتر مهم نیست از که دزدیدیش، اون اصلا مهم نیست، فقط یه انگشتر بده همین واسم کافی. بس کن مرگم، میرم یکی دیگه واسط میخرم دیگه دیوونه. کمال، یا همین الان پیشنهاد ازدواج میدی یا زنگ میزنم داداشان برن اینها.
من بله ازدواج میکنی؟ بله 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 آی خدا جون دام مستجاب شده لای شکرت بالاخره شوهردار شدم آی خدا جون برات یه همسر فوق العاده میشم عزیزم مطمئنم تو هم آخرش مثل من عاشق من میشی عزیزم دختر خاله کمال به هم پیشنهاد ازدواج داد دوی داریم با هم فامیل میشیم عزیزم تبریک میگم آی من چقدر دیوونم کش میذاشتم کمال خودش بهت میگفت اوف داری ازدواج میکنی کمال آره همینطور مبارکه اومدم ما عروسی میکنیم مامان جون نه خیر یعنی چی نه خیر همین که من گفتم نه خیر این تصمیم آخرته بابا حاضر ببینی چه اتفاقایی میفته والا هرچی شما بگین حرف آخر رو شما میزنید ما به تصمیمتون احترام میذاریم پس چطور بریم در مورد سندها صحبت کنیم ها؟ خفشو وگرنه میزنم تو دهنت همدیگر رو دوست داریم و ازدواج میکنیم مریم کافیه ببینید من پول دارم میتونم بدهی ها رو صاف کنم نه خیر حتی چیزایی که دوزیدم رو میدم آی من به هیچی گفته بودم ما میتونیم بزنیم نه خیر شوهرمو فقط من میزنم چه شوهری؟ من تو رو به این آدم نمیدم بده وگرنه فرار میکنه تو میتونی فرار کنی ولی این نه تا سندها رو نگیره از اینجا هیچ جا نمیره خودمو میسوزونم کمانم میسوزونم مریم کافیه دیگه شیطونه میگه موسی و هارون رو بنداز به جونش تا تک تک استخوناش رو بشکنن شما امن کنین بابا انجامش میدیم پسر شجاعی هستی با اینکه میدونستی چه بلایی قرار سرت بیاد بازم برگشتی اینجا اگه دزدی و بیشرف بودن تو نادیده بگیرم دقیقا همون دومادی هستی که میخوام سندها رو میدم با محله هم کاری ندارم ایول حالا بذارید دستتون رو ببوسم الان نه بعد از عروسی امضا میکنی و سندها رو میگیری پس چرا میگفتی نه خیر با خودت نمیگی اعصاب دختر یکی یه دونت قرقاتی میشه بابا جون دخترم اینطوری نمیشه باید یکی رو بیاره خواستگاری همینطوری خشک و خالی که نمیشه خانواده یا فامیل نداری؟ یه دختر خاله داری درسته همونو بیارش نه اون نمیشه هر کی میخواد باشه فرقی نداره یکی رو با خودت بیار و مثل آدم خواستگاری کن سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم باشه بشین حالتون چطوره بچه؟ داداش محسن بی زحمت دوتا چایی دمت گرم بفرمایید پول شما رو نمیگیرم چاییتون رو بخورین و از اینجا گمشین
داداش محسن، دارم ازدواج میکنم. مبارکه. گفتم خبر بدم. به من چه؟ اینطوری نکن، تو منو بزرگ کردی. درسته، اما نتونستم درست تربیتت کنم، متاسفانه. بزرگی کن دیگه داداش. همین الانم دارم بزرگی میکنم. شما رو از اینجا نمیندازم بیرون، دیگه چی میخوای؟ داداش. چه داداشی ها، چه داداشی؟ خیال کردی فراموش میکنم به ما لقمه حروم دادی؟ ما رو از خوبیامون پشیمون کردی، جیگرمون رو سوزوندی. چه داداشی ها، دیگه چی میخوای؟ داداش، متوجه اشتباهم شدم، حق با تو، یه شانس دیگه بهم بده باشه؟ تو همه شانساتو سوزوندی. دست بردار داداش محسن، تفلکی از کجا پا شده به خاطر بدهیای شما اومده اینجا؟ بی خیال دیگه. ای بی چشم رو، مگه از این محله بیرونت نکردیم ها؟ با چه روی اومدی نشستی اینجا؟ داداش تو رو خدا، یه شانس دیگه فقط. خیلی خب، فرض کنیم یه شانس دادم، چی کار میکنی؟ ها؟ چی میخوای؟ داداش دارم میرم خواستگاری، میخوام بالا سرم یه بزرگتر باشه. پدر دختره وقتی ازم بپرسه پسر چی کار است، من باید بگم دزده؟ نکنه میخوای من دروغ بگم ها؟ نه داداش محسن، نیازی نیست شما بگی، حاجی صفا خودش میدونه کمال چی کار است، درسته؟ نمیپرسه. حاجی صفا بابای مریمه؟ آره داداش، مریم رو میخوام. شما دیگه چه جونورایی هستین؟ نکنه منو مسخره کردین؟ آره؟ من فکرمو کردم، مریم واسه من بهترین گزینه است. هم اینکه با این کار میتونم سند رو پس بگیرم. کمال، من تا حالا دست روت بلند نکردم، کاری نکن بزنمت کمال. من پدر و مادر ندارم، همتون میدونید، جز شما کسی رو ندارم، تنهام که نمیتونم برم. کسی نیست با من بیاد خواستگاری؟ ای احمد، عزت زیاد. مدرسه چطوره؟ خوبه. ببینم درساتو میخونی یا نه؟ مامان بازر، ببین کی اومده، ببین داداش کمال اومده که ما رو ببینه. دستتونو بدین ببوسم. از کمال پذیرایی کردی پسرم؟ بیا برو از بقالی نوشابه بگیر، داداش کمالت خیلی دوست داره. برو پسرم. نه زحمت نکش خاله بدریه. برو پسرم، برو. ببینم حالتون چطوره خاله بدریه. خوبم خدا رو شکر. علیم خوبه انشالله. شکر خدا خوبه. چیزی لازم ندارین؟ نه ممنون. من قضیه سنده رو حل میکنم، نگران نباشین. با مریم ازدواج میکنم و سند رو پس میگیرم. با مریم ازدواج میکنی؟ اما میخوام با بزرگترم برم خواستگاری. خودتون میدونید که با من میایی؟ نمیام. کارای سندم خودم هر طور شده درستش میکنم. این روزا نظافت کاری میکنم، یه جوری بدهیم و صاف میکنم، تو نگران نباش. تو این سن مگه میشه کار کنی نفر؟ آره چرا نشه، با شرف کار میکنم، این مشکلش کجاست؟ پسرم ما درسته که خیلی فقیریم، ولی با شرف زندگی میکنیم. در اصل به خاطر این که با شرف زندگی میکنیم فقیریم. اگه لازم باشه تا زمان مرگم کار میکنم و بدهیم و پس میدم، ولی یه بارم لقمه حروم نمیخورم. من به علی چیزی نگفتم، اون از این موضوع چیزی نمیدونه. برای نوام الگوی بدی نباش، فهمیدی؟
چی گفت؟ انسانیت مرده والا. نگران هیچی نباش، خودم بات میام خواستگاری داداش. برو بریم. کمال، ببینم پسر، مگه من نگفتم با بزرگترت بیار؟ راستش همه محل از دستم عصبانیان، کسی با هم نیومد. چون کسی رو پیدا نکردی بیاد خواستگاری؟ این ملنگو با خودت آوردی؟ وای وای وای. هاش صفو انقدر زود قضاوت نکنین، من از بچه های کاری و جوون این محله هستم. اگه منو نمیشناسین میتونین از محله بپرسین. آره نگران نباش، پرسیدم، ازشون پرسیدم که شما چطور آدرس خونه ما رو پیدا کردیم، ولی با شکستن انگشتشون به این جواب رسیدیم. اگه به خاطر دخترم نبود یه جوری استخونای شما دوتا رو میشکستم که خدا لعنتم کنه. دیگه چیکار کنم؟ اگه میخواین مریم رو بدین بدین دیگه، من برم. پسرم من مثل تو فکر نمی کنم، اگه قرار این کار بشه باید درست پیش بره. گفته بودی یه دختر خاله داری، وقتی کسی باهات نمیاد به اون بگو، حداقل فامیلته. آره راست بود. بیخیال ادامه بده. روزتون بخیر. خب مریمو بهتون دادن یا نه؟ خواستگاری کردی؟ قبول نکردن. نه راستش ما دوتا رفتیم اونجا، بعد هاش صفا بهمون گفت که خیر باشه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت ببینم جز این کسی رو پیدا نکردی؟ بعد با عصبانیت اومد طرف من و یک کمی هم تهدیدمون کرد. بعدش گفت حالا که کسی رو پیدا نکردی برو دختر خالت رو بیار. دختر خالت کیه کمال؟ یه لحظه اینه نگه دار، خفش و حرف نزن، بذار خودم درستش میکنم. بابا داری چی کار میکنی احمق؟ خرابش کردی. نه اینجوری نه کمال. دختر خالت کیه؟ من که نیستم انشالله. فکر میکنن تو دختر خالمی. کشم کمال، اگه دختر خالت منم پس حتما من باید بیام خواستگاری مریم همینطوره؟ نمیتونم همچین چیزی ازت بخوام. من میل ندارم. مثل این که هوایی کم گرم شده، یکم آب شدن. آره دخترم حالت چطوره؟ خوبم، شما چطوری؟ خدا رو شکر ما هم خوبیم. اسمت چی بود؟ اسمم سیبل. خب سیبل خیلی قشنگه. شما فامیل پدریش میشین یا مادریش؟ پدری. میدونین چیه راستش؟ خاله کمال با عموش ازدواج میکنه، به خاطر همینم از هر دو طرف فامیلن، هم از طرف مادر فامیلن هم از طرف پدر فامیلن. آره بله.
تو اینجا چه غلطی میکنی؟ پدر مادر در قید حیاتن؟ نه خیر، هر دوشون تو بچگیم فوت کردن. آه، خدا رحمتشون کنه. سلامت باشین. ولی ما هستیم دخترم، دیگه فامیلیم. البته همینطوره، انشالله انشالله. تو مجردی؟ آره مجردم. کسی رو دوست داری دخترم؟ هنوز نه. پسرای منم مجردن. منم مجردم. خب این حرفا یعنی چی؟ اول قضیه کمال و مریم رو حل و فصل کنیم، بعدش با شما هم حرف میزنیم. چرا که نه، حتما انشالله. خب دختره خوشگل، دلیل اومدنتون چیه؟ کمال و مریم از همدیگه خوششون اومده، مثل اینکه کمال چند بار از کمد مریم سر در آورده. ما پیداش کردیم بعد انداختیمش بیرون. ما کمدو بردیم انداختیمش دور. خب بچه ها بذارین حرفشو بزنه. شما ادامه بده دخترم. وقتی اینقدر همدیگه رو دوست دارن، ما هم باید اونا رو به همدیگه برسونیم دیگه. نه خیر باشه انشالله. پس با یاری خداوند و سنت پیغمبرش، دخترتون مریمو برای کمال خواستگاری میکنه. آه خیر باشه انشالله. قبول میکنیم. آی برو دسته پدر جون و مادر جون تو ببوس. برو. لعنت به این خانواده، میکشمشون. ای بابا آروم باش پسر، دختره رو گرفتیم محله رو نجات میدیم دیگه، دیگه چی میخوای؟ اون اداها چی بود؟ ها؟ کدوم اداها؟ خودت میدونی، صفا میگه پسران مجردن، تو هم میگی کسی دوست ندارم. چرا که نه، این کارا یعنی چی؟ کمال من برای دختر خواستگاری کردم، متوجهی نه؟ متوجهم. خیلی خوب، پس داری ازم حساب پس میگیری؟ نپرس کمال، نپرس، چون تو حق نداری به من چیزی بگی، فهمیدی؟ من نمیخواستم این اتفاقات بیفته. همون روز اول بهت گفتم دنبالم نیا، یادت نیست؟ ای کاش اصلا نمیومدم. کجا داری میری؟ نگران نباش، خاطر جمع، قبل از دیدن عروسی تو هیچ جایی نمیرم. ایزابل، ایزابل، کمال، تو این هوایی هم صحبت خوب نمیخوای؟ حالا شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. ببوسه 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 ببوسه
بخیر شوهر آیندم. بیا تو دیوونه. باشه. ایزابل چی شده؟ من پیشاپیش ازت معذرت میخوام. دوباره چی کار کردی؟ صبح خیر دختر خاله. پاشو امروز کلی کار داری. چه کاری؟ اوه هنوز پا نشده داره قور میزنه. پاشو دختر، زن داداشت اومده. کمال این ازم چی میخواد ها؟ به عنوان خواهر شوهر میخواد باهاش بری خرید. از الان اذیتم نکن تا رابطمون خراب نشده. من امروز بهت نیاز دارم. اومدم خواستگاریت کردم، دیگه ازم چی میخوای؟ کمال دختر خالت امروز گیج میزنه، هیچی نمیفهمه، یه جوری حرف میزنه. پاشو دستورتتو بشور، با همدیگه بریم لباس عروس ببینیم. خواستگاری کافی نبود، الان باید برات لباس عروس هم انتخاب کنه. اوه، قراره تو آخر عروسیمون پیشم باشی سیبیل جون. تو قراره ساقدوش من باشی. البته یه ایده‌ای دارم که هنوز حتی به کمالم نگفتم، تو هم از شنیدنش خوشحال میشی. میخوام بعد عروسیمون بیای با ما زندگی کنی. اون موقع هر لحظه شاهد خوشبختی مایی.